با سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزانی که این ویدیو رو میبینید. من علی اکبر محمدیان هستم و یک مسیحی ایماندار، دانشجوی دانشگاه الهیات پارس نیز هستم، نزدیک به 5 ساله. از اونجایی که باور دارم هر من مسیحی جزی از بدن مسیحه و خدا عطایی به او بخشیده، عطای من نیز اون چیزی که یافتم و دیدم خدا به من بخشیده نوشتم بود و در حوزه الهیات من مسیحی یافته های خودم رو تا جایی که تونستم به زبان ساده در چندین کتاب نوشتم. اما امروز من میخوام به طور خاص به 2 کتابی که الان حاضره در گروه های تلگرامی ما به اشتراک گذاشتیم به اسم در جستجوی ملاقات و دیگری به اسم رستگاری ابدی با شما صحبت کنم. در از این ویدیو برای معرفی این دوتا کتاب هستش که علاقمندان بتونن به راحتی و بدونن که اصلا داستان چیه در این 2 کتاب که بتونه اگه دوست داشتن مطالعهش کنم. خب قبل از هر چیز میخوام به کتاب در جستجوی ملاقات که به نوعی تجربه زندگی من از ایمان مسیحی و اگر من در مورد ملاقات با خدا نوشتم، خودم با خدا ملاقات کرده و این تجربه ملاقات بود که منو بران داشت تا این کتاب رو بنویسم. در یک روزهای خیلی سختی در ترکیه من با عیسی مسیح ملاقات کردم، با او به آسمان رفتم، اگرچه شاید از دید خیلی گفتن این حرفا خنددار باشه و اصلا باوری به ماورا طبیعی نداشته باشم، ولی از اونجایی که من روی سخنم بیشتر با عزیزان ایماندار هستش، اینه که اینا میتونن بپذیرن که خداوند کارهای عجیب زیادی میکنه، ضمن که اسم او نیز عجیبه. به خاطر همین طی ملاقاتی که با عیسی داشتم برانشون شدم که تجربه خودم رو از این که از چه روزهایی عبور کردم و به کجا رسیدم در این کتاب به نوعی با مفاهیم الهیاتی عجینش کنم و به سم و نظر و برحال این کتاب صوتی هم شده خوانندگان و شنوندگان عزیز برسه. این کتاب شامل 12 فصل در جستجوی ملاقات که اولین فصل در مورد تشریح معنوی ملاقات 2 زوجه، یعنی 1 زوج عاشق و معشوقی جمع جوان. من در این فصل بیشتر مقایسه کردم عشق و عاشقی 1 زوج رو با عشق و عاشقی خدا با فرزندانش با ایمان دارم که چقدر صداقت پاکی در این روابط زمینی ما مهم و ارزش داره و اونقدر چقدر بیشتر این سن صداقت پاکی در بین رابطه ما با خدا ارزش و اهمیت داره. به این چیزها هم برداختم، بیشتر خواستم بدونن که رابطه حساس، ما نباید انقدر ساده بگیریم که حالا امروز به مسیح ایمان آوردیم اوکی همه کار میتونیم بکنیم. نه، اصلا این شکل نیست. ما به مسیح ایمان میاریم که تقدس بیابیم، زندگیمون در مسیر تقدس میفته. به مثال همون زوجی که با هم ازدواج میکنن، وقتی که زوج با هم ازدواج میکنن دیگه هر کس برای خودش زندگی نمیکنه، هر کس به دنبال اشتباهات و یا کارهای گذشتش نمیره، بلکه در اتحاد همه کارها رو با هم انجام میده. بعد از گذر از این فصل به فصلی میرسیم که من اسمش رو گذاشتم پدر آسمانی. خب پدر آسمانی واژه‌ای است که ما در انجیل بیشتر با اون آشنا شدیم، چون در هیچ مکتب و آیینی و یا مذهبی به خدا پدر نمیگن، چون اصلا خدا رو یک موجودی فراتر و بالاتر از انسان میبینن. اصلا هیچ ارتباطی از لحاظ احساسی و عاطفی بین خدا و پدر، همیشه حالا در مذهب قبلی من اسلام ما بنده خدا بودیم، ما مثل برده‌ای که توی یک خانه
کار میکنه، خودمون رو انقدر حقیر میدونستیم در حضور خدا. ولی من مسیحیت به ما آموخت که خدا مثل پدریست با محبت و مهربان. من در این فصل با استفاده از واژه پدر زمینی، پدری که خصلت ها خیلی خوبی داره، همه شما یا پدر هستید یا پدر دارید، به هر حال میدونید که پدرها چقدر استادگی میکنن برای خیلی چیزها، وفاداری، صبر، تلاش برای خوشبختی خانواده. توی این فصل هم بیشتر با استفاده از پدر زمینی من به اون مهربانی و محبت پدر آسمانی اشاره کردم که چقدر بیشتر و افزونتر از پدران زمینی است. پدران زمینی هر آنچه دارند یک ارثی کوچک از پدر آسمانی به ارث بردند. در فصل بعدی من به فرزند گم شده اشاره کردم، فرزندی است که حالا در انجیل عیسی مسیح اشاره میکنه به پدری که دوتا فرزند داشت، یکیش رها میکنه و زندگیشو میره و بعد به مشکلاتی برمیخوره و دوباره برمیگرده. انتظار نداشت پدر اون رو به یه شکلی بسیار خوب در آغوش بپذیره و خودش اصلا به قول خودمون سورپرایز میشه که این پدر چطور شد منو، اشتباهات من رو به یک بار نادیده گرفت و اینقدر با هیجان منو با آغوش کشید. باز من اینجا به چیزی اشاره کردم که شاید خیلی اما موقع خوندن این داستان در روایت انجیل دقت نمی کنیم. هر روی این پسران در خانه پدر بودن، یعنی هر رو در خانه پدر بودن. ما بعضی وقتا فکر میکنیم چون به مسیح ایمان داریم فرزند گم شده نیستیم. اونا اصلا اینطور نیست. ما درست در خانه پدر هستیم و مسیح ایمان آوردیم و فرزند او شدیم، اما خیلی وقتا مثل یک فرزند گم شده هستیم. او رو رها کردیم، عیسی رو فقط اسمن خدای خودمون میدونیم، اما او رو کاملا رها کردیم، دنبال زندگی و عیاشی و لذت‌های دنیاوی خودمون رفتیم. اینجاست که نیاز میشه ما به سوی عیسی دوباره بازگردیم و او رو ملاقات کنیم. توی فصل بعدی من به ایستگاه ملاقات اشاره کردم. آیا شما برای خودتون ایستگاهی رو در نظر گرفتید؟ هیچ وقت به این فکر کردید که ما وقتی که با یه شخصی ملاقات میکنیم یک ایستگاهی داره، بالاخره میریم توی این ایستگاه، منتظر میشینیم، ایستگاه اتوبوس، ایستگاه قطار، ایستگاه تاکسیه. معمولا ما به کسی رو که دوست داریم و بهش ارزش میدیم نیم ساعت زودتر میریم که اونجا منتظر باشیم، اولین کسی باشیم که با او ملاقات میکنیم. چقدر برای خدا این رو به کار میبندیم، چقدر برای رسیدن به ملاقات با خدا توی ایستگاه ها منتظر میمونیم. این ایستگاه ها همون اتاق های دربسته هستن که مسیح در اناجیل به اون اشاره کرد، دعا در پشت درهای بسته منتظر ملاقات خدا بودن. فصل بعدی در مورد ملاقات با خدا ضرورت شناخت کلام خداست. ما اگر بخوایم، باز اینجا من از یک ملاقات زمینی استفاده کردم، اگه بخوایم یه شخصیت مهمی رو ملاقات کنیم، اول سعی میکنیم چیزایی در مورد این شخص بدونیم، آگاهی به دست بیاریم، چه شکلیه، شخصیتش بشه، از چه چیزی خوشش میاد، از چه گلی خوشش میاد، از چه رنگی خوشش میاد. به هر حال بخوایم اون قسمتی رو، اون میزیری که برای ملاقات داریم حاضر میکنیم تزیین کنیم. آیا لازم نیست ما خدایی رو که میخواییم باش ملاقات کنیم رو بشناسیم؟ و این شناخت فقط از طریق خواندن کلام او محقق میشه. ما نمیتونیم فقط با گفتن خداوند عیسی، خداوند خداوند عیسی رو بشناسیم. ما باید کلام او رو بخونیم، حس کنیم و حتی بخوریم که کلام رو که در وجود ما شکل بگیره کلام خدا. فصل بعدی شناخت خدا در تثلیثه. خب تثلیث یکی از عمیق‌ترین و مهمترین مفهوم در مسیحیت. اگر کسی به شناخت آن واقف نباشه مسیحیت رو هیچ وقت درک نمی‌کنه. مسیحیت هم برای او مثل یک دین و یا یک روش و یا یک مذهب در میاد. شناخت خدا در تثلیث به ما این امکان رو فراهم می‌کنه که ما در مسیح رشد بیابیم.
ما به واسطه روح القدسی که میتونیم خدا رو بشناسیم، ما به واسطه روح القدسی که میتونیم اون آیاتی که در اناجیل نوشته تفسیر کنیم، اینها تنویری است که روح القدس به ما میبخش. اگر ما به تأسیس بودن خدا باور نداشته باشیم، چطور میتونیم بفهمیم که خدا محبته؟ خدا قبل از خلقت به کی محبت میکرد؟ اگر در ذات خودش تأسیس نبود، اگر به پسر پدر محبت نمیکرد، اگر به روح القدس عیسی محبت نمیکرد، آیا میشد بگیم خدا محبته؟ پس شناخت خدا در تأسیس یکی از مهمترین و عمیق‌ترین مفهوم و یا حقیقتی است که باید هر مسیحی به دنبال این باشه که اول خدا رو در تأسیس بشناسه تا بتونه با خدا ملاقات کنه. چون ما در اتاق دعا پدر و عیسی مسیح واسه روح القدس در قلب ما هستن، یعنی عیسی حضور فیزیکی نداره پیش ما، پس این روح القدسه که ما رو به پدر و پسر وصل میکنه. فصل بعدی در همین که کتاب در جستجوی ملاقات، دعا با حضور روح القدسه. ما بعض وقتا فکر میکنیم وقتی دعا میکنیم هیچ کس اونجا نیست، اصلا این شکل نیست. شما وقتی که پشت درهای بسته میرید، روح القدس اونجا حضور داره، در کنار شماست. شما وقتی عمیق میشید در دعا، روح القدس میتونه بر اساس رومیان 8:26 به واسطه اون ناله های بیان ناشدنی، خواستگاه ما رو، آرزوهای ما رو به حضور پدر بیاره و اونجا روح القدس بین ما شفاعت کنه. و این هم خیلی مهمه برای رسیدن به ملاقات با خدا. فصل من بعدی توبه حقیقیه. خب توبه خیلی مفاهیم خوبی داره، مخصوصا توی هر فرهنگی، توی هر مذهبی در مورد توبه اشاره شده. اما توبه تون، توبه حقیقی است که میتونه ما رو دگرگون کنه، 180 درجه مسیر ما رو عوض کنه. مشغول گناهی هستیم، وقتی توبه میکنیم باید از اون مسیر برگردیم، و این هم خیلی مهمه برای رسیدن به ملاقات با خدا. فصل بعدی بیابان روحانی. خب هر شخص ایماندار مسیحی توی زندگی ایمانیش با بیابان‌های روبرو میشه، که البته از دید خودشون بعضیا عنوان بیابان میدن. من توی این فصل بیابان عهد عتیق رو با بیابان عهد جدید جدا کردم. به عقیده من بیابان عهد عتیق ملموس و زمینی بود و چیزی بود که در یک بیابان ظاهری و کاملا با جسم و پوست و گوشت و استخوان درک میکردن. اما بیابان عهد جدید شاید میتونه توی بهترین خونه ها باشه، لوکسترین خونه ها باشه، در بهترین کشورهای دنیا باشه. امروز دیگه مسیحیان به زیر آفتاب سوزان و گرم بیابان نیستن، بلکه در خونه های خودشون خنک کننده ها و خیلی اسباب و وسایل راحتیشون فراهمه. اما این که آنها در بیابان هستن یا نه، باید به سرس و سپردگی هر کس نگاه کرد. عقیده من تنها شخصی میتونه از بیابان روحانی بیرون بیاد که به خدا سرسپرده حقیقی باشه، وگرنه تا آخر عمرش در این بیابان سرگردان خواهد بود. فصل بعدی ملاقات با خدا. بعد از این چند فصلی که خواندیم از اون اول تا به امروز، ما بالاخره روزی با خدا ملاقات خواهیم کرد. اون روز نه در روز آخر این دنیا است، روزی که مسیح میاد، ولی امکان داره تو زندگی هر کس، توی همین زندگی امروزی هر کس این اتفاق بیفته و انسان بتونه در دعاها، در رازگاهان و حتی در خواب رویا با خدا ملاقاتی داشته باشه. و این دور از انتظار نیست. برای هر شخص مسیحی میتونه این اتفاق بیفته. کافی است که سرسپرده حقیقی با هم باشیم. و فصل آخر که به انجام رسیدن اراده خدا بر زمین، خیلی رابطه مستقیم داره با شناخت خدا. ما اگر خدا رو بشناسیم و با او ملاقات کنیم، پس خواسته های او رو میفهمیم، پس اراده او رو
میفهمه. بس وقتی که دعا میکنیم در اراده او دعا میکنیم. به خاطر همین هم است که وقتی که دعا میکنیم اراده خدا جاری میشه. خب کتاب در جستجوی و ملاقات اینجا به اتمام رسید و من میخوام الان رستگاری ابدی رو که این کتاب بعدی رو به شما معرفی کنم. این که این کتاب هم به نوعی میشه گفت که این کتابیست بشارتیه برای حق جویان، برای کسانی که حداقل برای کشور عزیز خودمان، برای عزیزانی که توی مذهب اسلام هستن. من در این که کتاب در بخش اولش که شامل سه فصل اول به آفرینش و ریشه پرستش در انسان اشاره کردم، این کتاب این فصل به ما میگه که انسان از همون بعد به آفرینش حس پرستش در درون داشت. انسان میخواست یک چیزی رو بپرسته. به خاطر همینه در گذر زمان و در سقوط و گناه آدم و حوا همواره انسان برای خودش پرستشگاه هایی ساخته، بت هایی ساخته، چون همیشه اعتقاد بر این داشت که یک نیروی ماورا طبیعی وجود داره. به خاطر همین روی به پرستش خدایان دروغین و بت ها بود. دومین فصل این بخش جهان هستیه. جهان هستی در طول تاریخ باعث تفکر خیلی از اندیشمندان شده. بیشتر خدایان ساخته شده در زمین از عناصر طبیعی بودن، خدای آب، خدای باران، خدای خورشید، خدای ماه. اینها نشان از نظم و انضباطی بی‌بدیل در هستی خداست، هستی که خدا با یک انتظام عجیب خلق کرده و تا امروز با اون نظم داره پیش میره. هنوز زمین داره به دور خودش و خورشید میچرخه، هنوز خورشید از شرق طلوع کرده و در غرب غروب میکنه، هنوز همه چیز در جای خودش باقیه، هنوز سالها متشکل از چهار فصل. فصل سوم در این بخش آفرینش انسانه. آفرینش انسان یکی از عمیق‌ترین و مهمترین مقوله در مسیحیت و ناخدا و باوران و حتی ادیان دیگه است. الان امروز علم میگه انسان خلق نشده، انسان تبدیل یافته، انسان از یک موجود تکسلولی بوده بعد نمیدونم به یک ایوانی تبدیل شده. داروین میگه انسان یک شامپانزه بوده، نسل انسان از شامپانزه به وجود اومده و اینها چالش هایی بوده در طول قرون برای که این کلیسا مخصوصا که به کتاب مقدس باور داره و اینکه انسان شبیه خدا ساخته شده و در باغ عدن گذاشته شده. بعد با گذر از این سه فصل ما به بخش دوم که این کتاب به صدها میرسیم، صدهایی که ما رو در برابر شناخت خدا ناکام میذارن، صدهایی که جلو ما با قد منبر افراشته ایستادن تا ما خدا رو آنگونه که هست و آنگونه که خودش رو شناسونده در کتاب مقدس نشناسیم. اولین سد علم. امروز علم چنان پیشرفت گسترده ای پیدا کرده که انسان دیگر نیازی به شناخت چیزهای ماورا طبیعی در خود نمیبینه، نیازی به شناخت خدا نمیبینه، چون بیشتر میخواد با عقل و منطق بشری خود و آن چیزی که میبینه و لمس میکنه ایمان بیاره تا آن چیزی که توی کتاب ما مقدس گفته شده و از عالم روحانی و اینجور چیزهاست نمیخواد. دومین صد ظهور ادیان و مذاهب مختلفه. امروزه در کره زمین انقدر مذاهب و عقاید گوناگون به وجود اومده که متاسفانه انتخاب یکی از این مذاهب به عنوان یک حقیقت خیلی سخت شده برای بشر امروزی و اینکه بخواد برای شناخت هر کدوم از اینها وقتی بذاره اصلا بیرون از وقت انسانه امروزی است و این نیز میشکنه. به هر حال کسی که بخواد از این سطح عبور خواهد کرد. سطح ناکارآمدی همین ادیانی که اشاره شد بهشون، خیلی از این ادیان به یه جایی رسیدن که پیروانشون ناامید شدن از حقیقی بودن آنها، از بس بی‌عدالتی، از بس
رنج و ظلم و سنستم توی آلمان مذهبی، توی حاکمان مذهبی به چشم خوره که مردم توی این قسمت هم ناامید شدن. سرد بعدی سطح اتکا بر خود باوری انسان. انسان چنان به خودش امروز باور داره، چنان در پوست خودش از شادی نمی گنجه که نیازی به وجود خدا نمی بینه در خودش، نیازی به راهنمایی خدا، رهبری خدا نداره. به خاطر همین به یک خود باوری رسیده که داره جهان رو به سمت سقوطی دردناکتر میکشونه. سطح بعدی از خود بیگانگی انسانه. این اتفاق توی باغ عدن اتفاق افتاد. انسان وقتی که گناه مرتکب شد، آدم حضور خدا رو از دست داد و یک بیگانگی، یعنی در از سنو بیگانگی دچار شد. بیگانگی از خدا، بیگانگی از دیگران و بیگانگی از خود. آدم کسی نبود که بخواد گناه کنه بعد از اینکه از بهش رانده میشه، از باغ عدن. به خاطر همین انسان در نسل خود کثیر گشت و در این کثرت همواره با خود اصلی خود بیگانه بوده، با خودی که خدا با اون هدف اون رو خلق کرده بود که پرستش خدا و نیکویی بود. سد بعدی فرهنگه. فرهنگ چقدر دست پای آدم ها رو بسته برای شناخت خدا. فرهنگ ها دست پای فرزندان رو میبندن، دست پای اشخاص اندیشمند رو میبندن که بخوان پی به حقیقت ببرن. سد بعدی سد ترس هستش که به هر حال همه شما با ترس ها آشنایی دارید و همین ترس ها با هم باعث شدن که خیلی از ایرانی های عزیز الان نتونن به کتاب ما مقدس نزدیک بشن که بخوام بخونم و با کلام خدا آشنا بشن. این ترس ها معمولا توی خانواده ها بیشتر به چشم میخوره. خانواده هایی که الان بودنه که این کتاب مقدس توی خونه هاشون یک انگ به حساب میاد، یک آریست. و من فکر میکنم سد ترس هم خیلی مهمه که اجازه نمیده مردم با شناخت خدا در کتاب مقدس بیشتر آشنا بشن و اخت بشن. سطح بعدی گناه و شرم حاصل از اونه. وقتی شخصی که گناهی رو میکنه احساس میکنه که خدا دیگه تو اون رو نمیتونه ببخشه، خدا از اون بدش میاد، خدا هیچ وقت نمیخواد روی اون رو ببینه. و این تفکری که نسبت به خدا داره مخصوصا در بین مسلمانان، اونجا نشسته فقط برای داوری و قضاوت، ولی این خدا در مسیحیت خودش رو به شکل پدر به ما معرفی کرد. پدریست که از فرزند یگانه خودش گذشت برای گناهان ما و برای کفاره گناهان ما در است. پس گناه هم یکی از سطح‌های مهمی است که نمیذاره ما به حضور خدا بیاییم و با کلام او پی به شناخت او ببریم. سطح بعدی جهله. جهل یکی از باز مفاهیمی است که مخصوصا توی عهد عتیق خدا چندین بار بهش اشاره کرده. من آدرس آیات رو دادم توی این فصل که خدا چقدر از جهالت قومش ناراضیه و دوست داره انسانی که او آفریده، شبیه خودش آفریده، اهل تفکر باشه، توی جمع جهالت زندگی نکنه. اگر کلامی را از کن کسی میشنوه بشینه روش تفکر کنه. اگر ما بخوایم به اون چیزی که پدران ما ایمان دام داشتن، اگر به شخص من خودم میخواستم بدم در اون جهل خودم، در اون چیزی که به من آموخته بودم میماندم، امروز باز آرامش نداشتم، امروز باز درگیر هزار یک درد بودم. اما من با جهل خودم روبرو شدم و به تفکر پرداختم و خواستم که بفهمم کلام انجیل چی میگه. فصل بعدی باز فصل خیلی مهمیه، فصل فلاسفه، تأثیر فلاسفه ناخداباور عصر روشنگری بر ایمان افراد بود. این فلاسفه با تفکرات و تعقلات ذهنی خودشون به این نتیجه رسیدن که خدایی نیست. همون جمله معروف نیچه که گفت خدا مرده است. اینه که اینها هم
هدفشون این بود که مردم بدونن خدایان به دست انسان ها ساخته شدن، انسانی که نمیتونه به یک جایگاه ایدئال و بالا مرتبه برسه، شروع میکنه برای ساختن خدایی که در آرزوهای خودشون نهانه، در اون چیزی که به اون قسمت در آرزوی رسیدن به قسمتی هستن که هیچ وقت نمیتونه برسه، و اون جایگاه رو به اون خدای خودشون میدن. و به خاطر همین اینها باورمند بودن که خداها همه ساخته دست بشر هستن و هیچ خدایی نیست. من توی این فصل با اشاره به عقاید اکثر این فن فلاسفه ناخدا باور باز به تشریح این پرداختم که اینها خدا را به روح نشناختن، بلکه با عقل بند بشری خود خواستن یک وجود کل رو بشناسن، و این امکان نداره، چون خداست که خودش رو به ما میشناسونه، وگرنه انسان به هیچ عنوان نمیتونه پی به شناخت خدا ببره، چون انسان جزئی از خلقت عظیم اوست. اینجا بخش صدها تموم میشه. زنزر اینه که توی هر فصل من به راهکارهای اشاره کردم برای عبور از این صدها، و اینها به نظر من اگر خون نوشه میتونه مثمر ثمر باشه. بخش سوم که بخش نهایی این کتابه و هدف من کلا برای نگاهش این کتاب، بخش سوم توبه و پذیرش ایمان مسیحی، پذیرش ایمانی که میتونه به ما کمک کنه در شکستن این صدها موفق من بشیم، و در نهایت فصل رستگاری ابدی. رستگاری ابدی میتونه از زبان هر کسی خارج بشه، واژه‌ای است که خیلی از علمای مذهبی، بزرگان مذاهب از آن استفاده میکنن برای جمع کردن پیروان، ولی آیا همین علما خودشون رستگاری ابدی رو درک کردن؟ خودشون یا مؤسس و بانی مکاتب و مذاهب خودشون از ابدیت اطلاعی دارن؟ مطمئنن اینطور نبوده. تنها کسی که میتونه از ابدیت سخن میگه عیسی مسیح، او بود که از ابدیت به جهان ما وارد شد، خودش رو محدود کرد در جسم و ذات انسانی و به جهان پر از گناه ما وارد شد. پس او راحت‌تر میتونست در مورد ابدیت صحبت کنه. من تو این فصل بیشتر خواستم با خواننده بند بگم که فقط عیسی‌ست که میتونه از ابدیت سخن بگه، و اگر کسی دست به دامن عیسی بشه و به او ایمان بیاره، میتونه ابدیت خودش هم بشناسه و بدونه در آینده در کجا خواهد بود. مرسی از اینکه به این ویدیو گوش دادید. این ویدیو صرفا برای معرفی این دوتا کتاب بوده، و امیدوارم عزیزانی که علاقمند به مطالعه کتاب هستن بتونن این کتاب ها رو گیر بیارن و مطالعه کنن. مرسی، شاد و پیروز باشید. منبع محبت اوست، بس رحیم با خصم و دوست، تبرئه کند خاطیران، شود به جایش فدا.